لی چونگ یونگ حسینی میزنه توپ جایی که هیچ کس از یاران ما اونجا حضور نداره. هنوز بازی در اختیار تیم کره است و فعلا تیم ما منتظر تا بتونه شرایط بازی رو به دست بگیره. آنریک تیموریان فرصت برای حتی شوت زدن، او بازیکن شوت زنی هم هست. حالا رضایی میزنه ولی خیلی خوب نبود شوته. غلام رضا رضایی نگاه کنیم اینجا آن دو صاحب توپ شد، خودش هم میتونست تیموریان شوت بزنه، البته خطا هم کاملا محرز بود که داور فکر کنم اینجا را آوانتاژ داد و شوته در نهایت نچندان خوبی که غلام رضا رضایی زد. ایران 0 کره جنوبی 0. غلام رضا رضایی، خسرو حیدری، رضایی، باز دوباره حیدری، تیموریان، نکونام. راه که بیفته تیم راه میفته. جواد نکونام از بازیکان خوب فوتبال ماست و در میدان میبینیم پاساش به درستی به هم تیمیهاش نمیرسه. چادری جایوون میبرن به اون سمت. لیانگ پیو، یونگ رای، بازیکن شماره 6 تیم کره، هم یکی از بهترین بازیکنان این تیم در میدان بوده. البته پارک هم واقعا خوب کار کرده. عقیلی زیر توپ میزنه و توپ بی ثمر در اختیار کره ها قرار میگیره. 62 دقیقه، ایران 0 کره 0. هیچ تیمی هنوز جانب احتیاط رو رها نکرده و فعلا میبینیم که حتی کره هایی که بیشتر توپ در اختیار دارن هم همه جانبه حمله نمی کنن. بلافاصله تیموریان همیشه باز ضربه رو میزنه با خسرو حیدری. یه پاس خوب، فرصت پشت چادری به وجود نمیاد برای خلعتبری. لی چونگ یونگ نکونام به خوبی کنترل میکنه و تکل او به عقب باعث میشه تا توپ به مهدی رحمتی و او هم به بیرون بزنه. خالد پری، رضایی، لیان پیو تونسته او رو کنترل بکنه و رضایی کمتر صاحب توپ شده. چادری باز هم یه بار دیگه از کنار ها تیم کره با چادری فرصت خوبی دارن. سانت توپ، یه ضربه سر، یه حرکت تاکتیکی قشنگ از بازیکنان کره. واقعا خوب بود کار اونها و رحمتی توپو گرفت. نگاه کنیم کاری که در بازی قبلی حیدری و تیموریان و رضایی با هم میکردن و تیم ما به نتیجه میرسید، حالا اینجا چیزی نمونده بود که کره‌ای ها را به نتیجه برسونه. رحمتی توپو میگیره و بازی دوباره شروع میشه.